زنی که بنیانگذار تاکسیرانی در ایران بود و رضا شاه پهلوی از او به عنوان مرد قاجار یاد میکرد. چقدر این شخصیت رو میشناسید؟ پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندید، ولی قبلش اگه عضو کانال ما نیستید از زیر همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. اشرف الملوک ملقب به فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و سرور السلطنه بود. این شاهزاده قاجاری نهمین دختر مظفرالدین شاه و متولد سال 1261 در تبریز بود. او همچنین عمه احمد شاه قاجار هم بود. فخرالدوله ابتدا نامزد پسرخاله خودش محمد مصدق بود، ولی در 14 سالگی به عقد محسن خان امین‌الملک که بعدها ملقب به امین‌الدوله شد در اومد. امین‌الملک پسر صدر اعظم وقت علی خان امین‌الدوله بود. حالا چرا این ازدواج سر گرفت و چطور شد رو اینجا براتون میگم. در اون دوران امین‌الملک چند ماه بود با دختر مشیرالدوله که دوست صمیمی پدرش بود ازدواج کرده بود. اما به اصرار پدرش چندی قبل از خواستگاری از فخرالدوله مجبور شد همسرش رو طلاق بده تا راه برای ازدواج با دختر شاه براش هموار بشه. علی خان امین‌الدوله برای راضی کردن پسرش به این وصلت او را 40 ساعت بی آب و غذا در اتاقی حبس کرد و سرانجام امین‌الملک مجبور به طلاق همسر تازه عروسش شد. صدر اعظم میرزا علی خان امین‌الدوله به واسطه رقابت‌های سیاسی وقت تصمیم گرفته بود جهت استحکام قدرت خودش با دختر مظفرالدین شاه وصلت کنه و شاه هم تمایل داشت دخترش با خاندان قدرتمندی وصلت کنه و به این جهت بود که دختر خودش رو به امین‌الملک داد و این وصلت سر گرفت. میرزا علی خان امین‌الدوله زمانی که متوجه استعداد عروسش یعنی فخرالدوله شد، مسائل بسیاری را در زمینه اقتصاد، امورداری، شیوه رفتار با مردم، قضاوت و تجارت به او آموخت. همین حق استادی باعث شد تا بعدها که میرزا علی خان امین‌الدوله از صدراعظمی عزل شد و از ترس کشته شدن به قزوین گریخت، فخرالدوله به همراه خانواده شبانه خودش رو به قزوین برسونه تا اون رو به سمت رش فراری بده. مظفرالدین شاه که از جریان با خبر میشه، یکی از نزدیکان خودش رو برای بازگردوندن فخرالدوله با اختیارات کامل به قزوین میفرسته که اون مأمور نگونبخت با تهدید فخرالدوله که به او گفته بود با کتک و پسگردنی از قزوین بیرون میندازش، دست خالی به تهران بازگشت. بالاخره دربار تسلیم شد و فخرالدوله به اتفاق تبعید شدگان به رشت رفت و در املاک خودش در لشتنشا ساکن شد. از همین واقعه است که نام فخرالدوله به عنوان زنی صاحب اراده بین درباریان مشهور شد. بعد از مرگ پدر شوهر فخرالدوله در لشتنشا، اونها به تهران بازگشتند. زمانی که در تهران محمد علی شاه قاجار به پادشاهی رسید، به دلیل دشمنی محمد علی شاه با خاندان امینی، هیچ شغلی به امین‌الملک همسر فخرالدوله داده نشد. امین‌الملک همسر فخرالدوله دو اشتباه بزرگ سیاسی انجام داد. یکی در دوره استبداد صغیر که یکی از دورانهای سیاسی جنبش مشروطه ایرانه، آزادی طلبانی رو که به پارک امین‌الدوله پناه برده بودن رو تسلیم استبداد طلبان کرد و باعث کشته شدن اونها شد و دیگری در سفری به لشتنشا توسط مبارزان قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی دستگیر و زندانی شد، ولی با تلاش‌های اشرف الملوک فخرالدوله نجات پیدا کرد. این حوادث باعث شد امین‌الملک خود را در عرصه سیاست ناتوان بیابد و انزوا را اختیار کنه. فخرالدوله هم که شاهد وضع همسرش بود، تصمیم گرفت خود اداره زندگی همسر و فرزندانش رو به عهده بگیره. در این مرحله هم تلاش‌های سیاسی فخرالدوله و دیدار او با میرزا کوچک‌خان برای نجات همسرش ستایش‌های زیادی رو برای او به دنبال داشت.
پس از مدتی به فخرالدوله خبر رسید که کسی ادعای مالکیت زمین‌های او در لشنشاه رو داره و به همین دلیل فخرالدوله به تهران به نزد سردار سپه رفت و از او کمک خواست. حضور قوی فخرالدوله باعث شد سردار سپه که در آن زمان صاحب قدرت تمام بود دستور بازگرداندن املاک او را صادر کنه. رضا خان با دیدن فخرالدوله و شهامتش او را اینگونه توصیف کرد. او گفته بود قاجاری یک مرد و نیم داشت، مردش فخرالدوله و نیم مردش آقا محمد خان بود. رفتارهای مقتدرانه فخرالدوله و از همپاشیدگی نظام قاجاریه باعث شد رضا خان در سالهای ابتدای سلطنتش فخرالدوله رو به عنوان نماینده ایل قاجار مخاطب خودش قرار بده و از او بخواهد تمام شاهزادگان قاجاری را از مخالفت با حکومت او باز بدارد تا آسیبی به آنها نرسد. فخرالدوله 9 فرزند داشت که یکی از فرزندانش به نام علی امینی در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی مدتی نخست وزیر ایران بود و فرزند دیگرش به نام ابوالقاسم امینی هم در دوران حکومت محمد رضا شاه مدتی وزیر دربار بود. فخرالدوله بنیانگذار اولی مؤسسه تاکسیرانی در تهران بود و تاکسی های این مؤسسه را به راننده هایش بخشید. او قصد تأسیس یک مؤسسه بورس ملی را در ایران داشت که به علت فراهم نبودن شرایط موفق نشد. ساخت کارخانه قند کهریزک و تأسیس اداره پست به شیوه مدرن و امروزی نیز با تلاش و برنامه‌ریزی های او انجام شد. فخرالدوله سرپرستی تعدادی فرزند یتیم را بر عهده گرفته بود و امکان تحصیل برای آنها فراهم کرده بود. در هنگام وفات او تعداد آنها 28 تن بود. او چندین مسجد، بیمارستان، مدرسه و آسایشگاه در املاک خودش بنا کرد و وقف کرد. فخرالدوله با عنوان بانوی مؤمن با کفایت و نیکوکار مشهوره که از ثروت خانوادگی خود با چنگ و دندان محافظت کرد، ضمن آن که از ثروت خود در امور خیریه فروگذاری نکرد. فخرالدوله در اواخر عمر بر اثر از دست دادن پسرش حسین امینی دچار اندوه فراوان شد. او پس از این واقع اوقات خود را در باغ الهیه می گذراند و از مراوده با اشخاص خودداری می کرد. او در دیماه 1334 در سن 73 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. او وصیت کرده بود تا بعد از مرگ او را در قبرستان ابن بابویه در شهر ری در مجاورت قبر پسرش حسین به خاک بسپارند. ممنون که مثل همیشه تا انتها همراه هم بودید. لطفاً برای حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید با خبر بشید.